درود خدمت دوستان عزیز امروز میخوایم به چند سوال مهم در مورد دوشکاری پاسخ بدیم حرفای مثل لایک و سابسکرایب هم نمیزنیم اما برنامه رو حتما ببینید چون برنامه بسیار بسیار مهمیه سوال پرسیدن در مورد قطبیت دوشکاری اینکه قطبیت صحیح در دوشکاری به چه شکلی هست و سوال دیگه اینکه آیا بالاخره با تعویز قطب‌ها ما میتونیم برخای نازک رو دوشکاری بکنیم یا خیر یعنی با تعویز جای انبار الکترود و اتصال بریم و ورقهای زیر یک میل رو دوشکاری بکنیم سوال بعد برای دوشکاری بعضی از آلیاش های آهن که بسیار سخت هستند و اتفاقا سخت هم دوش میگیرن مثل شفت پولوس و میلنگ باید از چه الکترودی استفاده بکنیم و چطور باید اینها رو دوشکاری بکنیم سوال بعدی که اتفاقا بسیار هم پرسیده میشه این هستش که دوستان میگن که بعضی از جوشکارها انگام جوشکاری الکترود رو خم میکنن و کار جوشکاری رو انجام میدن نحوه صحیح خم کردن الکترود در جوشکاری به چه شکلی هست تا بهترین نتیجه رو بگیریم حتما به این سوال هم پاسخ میدم اجازه بدید از همین سوال آخر شروع بکنیم که نحوه سعی خم کردن الکترود در جوشکاری به چه شکلی است قبل از پاسخ به این سوال باید این نکته مهم رو خدمتتون عرض بکنم هایی که به صورت آکادمی کار جوشکاری رو یاد گرفته باشن یعنی یا در دانشگاه یا در آموزشگاهی مثل فنی حرفه‌ای کار رو یاد گرفته باشن شما در بین این جوشکارها به هیچ ما نمیبینید که الکترود رو هنگام جوشکاری خم بکنن چرا چون اینها به صورت صحیح آموزش دیدن و استانداردهای جوشکاری رو میدونن طبق استاندارد خم کردن الکترود به هر نحو ممنوعه حالا علتش چیه یکی از علتهای مهم و اصلی آسیب به این پوشش الکترود هستش اصولا میدونید که کار این پوشش الکترود چی هستش مطمئنم که برای بسیاری از شما عزیزان به خصوص دوستان تازه کار همچنان سوالی که کار این پوشش های الکترو چی هستش ببینید دوستان عزیز ما در جوشکاری های زوبی مثل جوشکاری آرگون جوشکاری نیکمک و همین جوشکاری بخ نیاز به محافظت از حسشه جوش داریم در جوشکاری مثل تیگ و میکمک از گازهای های پسیف مثل آرگون یا گازهای های اکتیب مثل سودو استفاده میکنیم اما در جوشکاری برق ما گازی نداریم پس اومدن این پوشش رو برای روی مغزی الکترود قرار دادن که هنگامی که شما دارید کار مشکایی رو انجام میدید این پوشش میسوزه و گازهای مورد نیاز برای محافظت از حسی جوش رو ایجاد میکنه هر گونه صدمه به پوشش الکترود باعث میشه که نتیجه نهایی جوشکاری شما هم خراب بشه البته این مسائلی که دارم خدمتتون ارز میکنم همه استانداردهای جوشکاری هستن وگرنه شما شاید با هر نوع الکترودی بتونید یه دوتا تا قوطی رو به هم دیگه جوش بدید ما اینجا داریم در مورد استاندارت های جوشکاری و روش های صحیح جوشکاری بحث میکنیم برسیم به سوال بعدی که سوال اتفاقا بسیار جالبی هم هستش الکترود مورد نیاز برای جوشکاری شفت پلوس میلنگ و یا در کل فلزاتی که پرکربن و سخت هستند چی است و چه الکترودی باید استفاده بکنیم صرف نظر از این مبحث که اصولا این کار آیا کار درستی هست یا خیر یعنی جوشکاری شفت پلوس یا جوشکاری میلنگ اصولا کار درستی هست آیا نتیجه میده مثل اول میشه آیا بعد از دوشکاری میلنگ شما دوباره مثل اول میشه یا آخر که البته خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم که نظر خودم به جوان نمیشه به خصوص اگر ماشین سواری بشه مطمئنا بعد از یه معکوس 4 به دو دوباره میلنگ از همون قسمت میبره و میشکنه اما احتمال داره که حالا ما تو این ویدیوهای پاکستانی بیشتر دیدیم ما بعد از دوشکارا معتقد هستن که میشه مطمئن هستم که شما عزیزان هم در همین مورد یه نظری دارید نظر داشتید کامنت بکنید اما فعلا این بحث رو بذاریم کنار با چه الکترودی باید این نوع فلزات فلزات سخت و پرکربن رو جوشکاری بکنیم الکترودی که در این مواقع معجزه میکنه الکترود 7018 هستش در جوشکاری این نوع فلزات یعنی فلزات پرکربن ما نیاز داریم به الکترودهای لا هیدروژن یعنی الکترودهایی که هیدروژنشون کم باشه مثل همونطور که عرش کردم هفتاد 18 الکترود هفتاد 18 برای دوشکاری آهنالات خشکه فلزاتی که حالت فنری دارن و اصولا فلزات آهنی که پرکربن هستن ما باید از الکترودهای استفاده بکنیم که میزان هیدروژنشون بسیار کم باشه حالا چرا نکته ای که اینجا میخوام خدمتتون عرض بکنم جواب همون سال 6 میلیون دلاری هستش که چرا ما باید در این مواقع از الکترودهای کم هیدروژن استفاده بکنیم هیدروژن قاتل حسچه جوش هست و باعث ایجاد ترک در حسچه جوش میشه به خصوص اگر پلزه آهنی ما پرکربان هم باش برای همین اگر شما بیایید و از یک الکترود معمولی مثل 60 برای جوشکاری استفاده بکنید محل جوش شما خیلی زود میشکنه در این مواقع ما باید از الکترودهای کم هیدروژن مثل 70 استفاده بکنیم مطمئنم که براتون سواله که چرا محل جوشکاری بعد از اینکه جوش سرد میشه دچار ترک و شکستگی میشه اینو حتما در دقایق آینده خدمتتون عرض میکنم اما بریم سراغ نحوه جوشکاری این نو فلزات پر کربن به عنوان مثال همون شفت پولس یا میلنگ ببینید دوستان عزیز پیشگرم میتونه بسیار کمک بکنه انگام جوشکاری این نو فلزات پر کربن اما در بعضی از مواقع ما اجازه پیشگرم رو نداریم خب در این مواقع باید چیکار بکنیم در این مواقع ما میایم از الکترودهای استنلس استیل آستینتی استفاده میکنیم اما بریم سراغ دلیل شکستگی محل جوش در فلزات پرکربن ببین دوستان عزیز بسیاری از آلیاژهای آهن هستند که دارای سختی بالا هستند و ما نیاز داریم یعنی به اینها در جاهای استفاده میشن که نباید سایده بشن قدرت و تحمل فشار را باید داشته باشن و باقی مسائل پس باید لاجرم میزان کربن در این نوع فلزات آهنی نسبت به فلزات آهنی ساختمانی بیشتر باشه کمطور که کردم میزان کربنشون 6 درصد تا 2 درصد هست این نوع فلزات آهنی حوزچه جوششون که تشکیل میشه و هنگامی که میخوان سرد بشن فاز مارتنزیتی تشکیل میشه البته اصطلاح صحیح انگلیسیش مارتن سایت است که در زبان فارسی مارتنزیت گفته میشه خب انگامی که حوزچه جوش ما در این نوع فلزات پرکربن سرد میشه فاز مارتنزیتی ایجاد میشه شاید برای خیلی از شما عزیزان سوال بشه که اصولا این مارتنزیت چی هستش یا به همون اصطلاح سریش مارتن سایت چی هستش مارتن زید حالت یا فازی از ماده یا شکلی از ماده هستش که خیلی حالت شکنندگی داره اما بریم سراغ بحث بسیار جالب و شیرین تعویض قطبیت در جوشکاری